سرخط خبرها. حمله بر هرات. ایران و آمریکا واکنش نشان دادند و همچنان واکنش دفتر استاد سیاف رهبر هفت تنظیم اسبق افغانستان، واکنش توماس وست در مورد حمله دیروز و به کیفر رساندن عاملان این قضیه، جنجال بر سر صادرات پیاز و کچالو از پاکستان. وزیر خارجه پیشین قرقیزستان نماینده سازمان ملل در افغانستان شد. سلام و سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. حمله هرات، ایران و آمریکا محکوم کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان ضمن محکومیت حمله انتحاری روز گذشته در هرات که با کشته شدن مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گازرگاه و نزدیک به 30 نفر دیگر شد، خواهان توقف هر چه زودتر حمله بر عبادتگاه ها شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حمله را شدیداً محکوم کرده است. در حمله که دیروز در مسجد جامع گذرگاه هرات که بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند، مجیب الرحمن انصاری یک روحانی افراطی طرفدار طالبان نیز در لیست کشته شده ها شامل می باشد. گفته می شود که فرد انتحار کننده در هنگام دستبوسی مولای مجیب الرحمن انصاری خود را منفجر کرده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با یوناما خواستار توقف چنین حمله بر عبادتگاه ها شده و آقای وست شب گذشته با نشر تویت حمله انتحاری در مسجد گازرگاه هرات را محکوم کرده و گفته است که عاملان این حمله باید مورد پیگرد قرار بگیرند. در این واکنش ها به حمله انتحاری روز گذشته، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد گازرگاه هرات را قویا محکوم کرد. او با اظهار نگرانی از تداوم حملات تروریستی در افغانستان تاکید کرد که دولت جمهوریت اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم افرادگرایی، خشونت و تروریسم در کنار افغانستان و ملت مظلوم آن خواهد ایستاد. در همین حال زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان با نشر بیانیه گفته است که با تأسف که عالم دلیر و مطرح دینی کشور مولانا مجیب الرحمن انصاری حین ادای نماز در مسجد خود در حمله بزدلانه دشمنان دین به شهادت رسید. او همچنین افزوده است که امارت اسلامی افغانستان غمشریکی عمیق خود را در این رابطه ابراز می دارد و عاملین عقب این جنایت بزرگ را به کیفر اعمال شومشان خواهد رساند. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای طالبان، در پیام کشته شدگان مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات را محکوم کرده و گفته است که عاملان این رویداد به صدای کارشان خواهند رسید. دفتر مطبوعاتی آقای دکتر عبدالله با نشر پیام از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده و گفته است که با تأسف که در پای انفجار مسجد گذرگاه در ولایت هرات تعدادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. آقای عبدالله افزوده است که دشمنان مردم افغانستان برای خلق فاجعه متاسفانه هیچ مرز و حدی نمی‌شناسند. حمله بر مساجد و دیگر اماکن مذهبی و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه جنایت بشری است که شدیداً آن را محکوم می‌کنم. او هیچ نامی از خطیب تندرو مسجد گذرگاه نبرده است. مجیب الرحمن انصاری، روحانی افراطی طرفدار طالبان، حدود دو ماه قبل از کشته شدنش در تالار لویجرگه در کابل در نشست شورای علمای طالبان گفته بود که مخالفان این گروه باید سر زده شوند. اما خودش هم زیر پرده مخالف بود، اما از روی زار مخالفت نمی کرد. پس به همین دلیل طالبان بالای او فهمیده بودند و او را سرش را از تنش و گفته خودش جدا کردند. علاوه بر این، او در زمان جمهوریت از منبر مسجد علیه نیروهای پیشین امنیت ملی موضوع گیری های تندروی کرده بود. انصاری در زمان نظام جمهوریت با تلاش های مضاعف شرایط را برای طالبانی شدن مساعد می ساخت و فتوای قتل مخالفان این گروه را صادر می کرد. این در حالی است که واکنش تازه دفتر استاد سیاف در این مورد و افراد و تفرید نبگوید باعث تشویق افراطیون به پیوستن به اردوگاه تروریسم نشوید. شما هم تفریطی نباشید. درست است که مولای مجیب الرحمن انصاری افراطی بود و در یک سال اخیر آشکارا از تروریست ها حمایت میکرد. اما مخالفت ما با انصاری و هزارها تن دیگر مثل او و قیمت قتلشان نیست. ما نقطه مقابل او یعنی تفریطی نیستیم که پایان مخالفت را در قتل و نابودی طرف مقابل خود ببینیم. ما با همه مخالفین و موافقین خود زندگی آرام و امن می خواهیم تا در فضای امن بتوانند فکرشان را بیان کنند
و حتی با ما مخالفت کنند. دیروز هرات باستان فاجعه بزرگ رخ داده است. ده ها تن نمازگزاران توسط عمل انتحاری یک تروریست و قتل رسیدند که مولوی مجیب الرحمن انصاری نیز یکی از قربانیان بوده است. امیدوارم پروردگار مهربان خطاهای او را ببخشد و وسایر پیروانش توقیف و هدایت نصیب کند تا راه درست را بپیمایند. خبر بعدی، صادرات پیاز و بادنجان رومی افغانستان و پاکستان. دولت پاکستان از واردات پیاز و بادنجان رومی خبر داده و گفته است که پاکستان دو روز گذشته 50 لاری پیاز و بادنجان رومی را از گذرگاه‌های چمن و تفتان از افغانستان و ایران وارد کرده و قرار است در روزهای آینده محموله‌های بیشتری وارد پاکستان شود. این در حالی است که در پی وقوع سیلاب‌های اخیر پاکستان با کمبود شدید محصولات زراعتی مواجه شده است. روزنامه دانا پاکستان به نقل از مقامات ارشد گمرک پاکستان گفته است که در دو روز گذشته 50 لاری بزرگ حامل پیاز و بادنجان رومی از دروازه‌های دوستی تفتان و چمن وارد پاکستان شدند. گفته می شود که قیمت پیاز و بادنجان رومی در پی سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان به شدت افزایش یافته است و به دلیل ویرانی‌های ناشی از سیل این کشور با کمبود سبزیجات مواجه شده است. فدا حسین دشتی، رئیس اتاق تجارت و صنایع کویت پاکستان گفته است که به دلیل واردات پیاز و بادنجان رومی از دو کشور همسایه، قیمت این دو کالا تا 2 تا 3 روز آینده در تمام بازارهای پاکستان کاهش خواهد یافت. خبر بعدی، وزیر خارجه پیشین قرقیزستان نماینده سازمان ملل در افغانستان شد. سازمان ملل امروز گزارش داده است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، رضا اوتونبای و دیپلمات قرقیزستان را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در امور افغانستان منصوب کرد. در بیانیه آمده است که او به عنوان رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما نیز خدمت خواهد کرد. سازمان ملل متحد در این بیانیه افزوده است که رضا اوتونبای که وزیر خارجه قرقیزستان نیز بود، جایگزین دبرالاین شده است که در اواسط جون از سمت خود کنارگیری کرد. سازمان ملل متحد تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است و نمایندگی افغانستان در این سازمان در اختیار دیپلمات‌های دوره جمهوریت است. با این حال، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان همچنین فعال است.